دورده میکران بر شما دارم آقای وحید جلیلی من قبلا یه برنامه در نقد ایشون داشتم که در کنار آقای امیر حسین ثابتی در هنگام انتخابات اومده بودن و بحثه انتخاباتی بود و من یه نقد جدی بهشون داشتم نقدم هم کردم تو اون برنامه نمیخوام تکرار کنم اما آقای وحید جلیلی که برای آقای سعید جلیلی هم هستن من اون موقع برنامه ساختم گفتم آقای وحید جلیلی آدم پریه و به هر حال آدم اهل فنیه اهل مطالعات و به حال اختلاف نظر وجود داره من در یک اوزایی با ایشون در مورد مسئله انتخاباتی و مسئله جایگاه آقای خامنه‌ای و بحث اصلا انتخابات و اینا با ایشون یک اختلاف عقیده‌ای دارم به ایشون اعتقاد داشت که نه مردم باید به صورت گسترده ما تبلیغ انتخابات بکنیم مردم میان پایین صندوق‌های آرا من اعتقادم بر این بود که آقا مردمی که تحت تاثیر رسانه‌های غربی هستن در انتخابات اگر بیان به گزینه اصلاح طلب رأی میدن بنابراین انتخابات اگر پرشور نباشه ولی نتیجهش یک مثلا رئیس جمهوره حالا شما بهش میگین موسوم به انقلابی اگر باشه به نفع کشوره حالا در این زمینه اختلاف نگاه داشتیم و من برنامه ساختم اما صحبتها و هشدارهای ایشون اومده بیان کرده که هشدارها واقعا هشدار جدی است و من چون این چند وقتم خیلی با دقت بیشتری داشتیم بررسی میکردیم حالا سوار یک, سری از این ایران ستیزان شدیم فهمیدیم پشت پرده اصلا سهیونیستا با بخشی افرادی که ظاهرا مذهبیان رابطه نزدیکی دارن فهمیدیم یه سری اتفاقات داره تو ایران میفته که ایشون میاد هشدار میده حالا ایشون مشخصا انجمن حجتیه رو میگه انجمنی که ظاهرا قراره با بهایت مبارزه کنه ولی منحل هم شد سال 62 63 منحل شد ولی افکارشون مونده به اسم مبارزه با بهایت ولی در حقیقت داره تز آنتی انقلاب و تز آنتی انقلاب و چیز میکنه یعنی ما جمهوری اسلامی رو از خود با بچههایی که هوادار جمهوری اسلامی یعنی اصلا انقلاب جمهوری اسلامی رو با خود انقلابی ها بعد بزنیم زمین من بارها گفتم براندازی از توی لس و اینا دیگه تکرار نمیشه اولا لس آنجلس و اینایی که تو اروپا اینا نسل اولشون که مثلا حالا وابستگان به شاه و غیره اینا بودن یا فعالان چپ و اینا بودن اینا دیگه 90 درصدشون پوشک پوشن یا مردن زیر خاکن بچه هاشون هم دیگه ایرانی نیستن اینا بچه‌هایی که دیگه اصلا زبان فارسی بلد نیستن دیگه خطری ندارن حتی جوانایی که مثلا از ایران تازه خارج شدن در قالب براندازی اینا سطحی هن شوخی هن، اصلا اینا شلوارشون هم نمیتونم بالا بکشن من به صورت میدانی دیدم بهتون عرض میکنم شلوارشون هم نمیتونم بالا بکشم پس خطر کجاست؟ خطر در قومه خطر از آقاین مراجع تقلیدی است که درس فقه رو میدن آخرش میگن مرگ بر خامنه ای لعنت بر خامنه ای بقیه سلوات میفرستن خطر مال جریاناتی است که ظاهرا مذهبی حالا بعضیشون علنی میشن فرقه شیرازی و انجمن حجتی و غیره و اینا علنی دشمنی میخوان بعضی همچنان هم میگن آقا درود بر آقای خامنه ای ولی اینها عامل نیستند که دیدی الان یه بخششون هم به من حمله میکنن از همینجا دیگه به خاطر که امروز نگرانن امیدانای فوکل کراواتی داره برای آقای خامنه ای سرباز میسازه خیلی سنگینه دیگه آقا یارو اصلا تو انتخابات امسال ما دیدیم آقا ما گفتیم خانم بی حجاب برید توی سفارت‌های جمهوری اسلامی رأی بدید به رئیسی رئیسی آقا حمزه خانم بی حجاب رأی می‌دادن به گزینه اصلاح طلب رئیسی آره فشار اومد حالا امید دانا رو بعد بزنن یارو میگه آقا این قبلا به امام حسین توهین می‌کرد خوش داره حرام لقمه میگه میگه قبلا <تصفح> حالا بعد بریم آقا زیر خاکی از امید بکشیم آقا ما که از روز اول همه چیزمون رو بوده چی رو می‌خوای رو به آقا افشای امیدانا سگی کی باشی منو بخوای افشا کنی من همه چیزم رو بوده کسی رو افشا میکنن که چیزش رو نباشه آقا خطر امیدانا رو بذار بگم چیه چیه امیدانا تو بین نیروهای انقلابی نفوذ کرده نیروهای انقلابی رو ایران پرس کنه ای ما این نفوذه اینکه مردم ایران ایران پرست کنیم نفوذه بله ما نفوذیم رو جونتون در بیاد ولی هشدارهای آقای وحید جلیلی هشدارهای مهمیه با هم گوش کنیم باید یک تحلیلی روش بریم رفته بودن های سردار سلیمانی رو پخش کنن رفته بودن جلو بعضی از این ایستگاهای سلواتی که انجمن حجتیه تو مشهد اصطلاح با مجوزایی که بهش میده برپا میکنه چون میدونید انجام اون حجتی الان در مشهد در حال توسعه تشکیلاتی خودش و به شدت برنامه ریزی شده در حال توسعه فرهنگ منحت خودش هست خیلی جالب بود که اومده بودن و با اینا برخورد کرده بودن که شما به چه حقی عکس این آدمو اینجا پخش میکنید گفتن چه اشکالی داره گفتن ما اینو قبول نداریم برید اون طرفتر فهمیدید عکس سردار سلیمانی رو جوونا برن پخش بکنن جلوشون رو تو مشهد گرفتن آقا این واقعا عکس سلیمانی رو امروز افراد غیر مذهبی در کانادا در اروپا در جا به جای اروپا بردن بالا اون وقت عکس سردار سلیمانی در مشهد که یک شهر مذهبی است اومدن پخش بکنن جلوشونو گرفتن کی جلوشو گرفته اپوزیسیون براندازا خاکاندازا زیراندازا توی رویاهاشون ما رو ببینن توف بندازن توف اندازان نه 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 بچه انقلابیایی که ظاهرا مذهبی هن. جلوی مردم رو گرفتن چرا عکس سلیمانی رو پخش میکنیم ما سلیمانی رو قبول نداریم تو غلط کردی که قبول نداری سگ کی باشی سولیمان. کسی سلیمانی رو قبول نداره حق نداره تو ایران زندگی کنه کسی سلیمانی رو قبول نداره حق نداره تو کره زمین برو بمیر وقتی همچی با آدم بزرگی رو نمیتونی قبول کنی بدبخت ولی این بدبخت اگر برانداز بود من گفتم آقا این بیشعوره اقدهیه براندازه نبوده این ببین روایت وحید جلیلیه جلوشو گرفتن جلوی بچه رو گرفتن کی جلوشو گرفته نیروهایی که خودشون هم مذهبی هن. آقا یه کانالی درست رو شده حالا برنامه داریم تو بخشای بعدی یارو میگه من مسلمان فلانم تیوی هم چی چی هم. شفاف میکنم بعد حرف حساب چیه امید دانا چرا از اقتدار ایران میگه امروز بعد مشکلات جامعه رو بگیم فشار بیاریم به دولت رئیسی و این همون حرف براندازه که ولی میگه نه نه ببین من مذهبی هم عاشق ماموسن مرتی که زن آزاده پشم منم نمیتونی بخوری تو, تو سگی که باشی بخوای حرف امید دانا بشی امید دانا میدونی چی کار کرده تا به امروز میدونی که داری بهت فشار میاد حالا شما نگین یعنی یارو خودش ظاهرا مذهبی این حرام لقمه بعد جلوی پخش عکس سردار سلیمانی رو میگه حالا یه برنامه دیگه دارم یکی دیگه رو پیدا کردم رسما میگه سلیمانی هیچ کاری برای ایران نکرده فلان کرده سلیمانی شکست خورده خیلی مراقب باشید این آنتیتز انقلابه انقلاب ببین آنتیتز انقلاب انقلابو به خود انقلاب بزن منی که فوکال کراواتی هم گفتمان انقلابی ندارم کسی نگران من باشه من نگاه ملی دارم <laughs> چرا الان نگرانه انقلاب شدم کاسه داختر از آش شدم نیه چرا کاسه داختر از به هر شکلی جمهوری اسلامی و گفتمان انقلابی سقوط کنه ایران سقوط میکنه انقلاب برام مهمه معلومه نه <applause> در من فکل کراماتی چه ربطی داره پس چرا دارم از همه بچه انقلابی ها انقلابی تر حرف میزنم آقا من که اصلا انقلاب رو قبول ندارم من که اصلا گفتم و چرا دارم به خاطر که من حکم اون مادریم که عاشق اون بچه است من وطن پرستم ایران برام مهمه بررسی کردم سال, سال ها دارم روی این حوزه کار میکنم گفته ضعیف شدن گفتمان انقلابی نیروهای موسوم به انقلابی حامی آقای خامنه یعنی تضعیف ایران حرف خیلی سنگینا بکن ذره ای ایدئولوژیشون رو قبول ندارم ذره باورهای مذهبیشون رو قبول ندارم ذره انقلابشون رو قبول ندارم بیشتر از همه بچه انقلابی ها دارم دفاع میکنم از مسیر انقلابیشون یعنی تو باید ببینی چقدر برای عاشق وطن باشی از خودت تا اینقدر بگذری گفتمان رو قبول نداری ولی داری به خاطر گفتمانی که قبول نداری خودت قشنگ سالها سیبل داستان کردی از هم بیشتر فوش میخوری برای اینکه به این پختگی به این ژرف میرسی که ضعیف شدن گفتمان آقای خامنه ای یا بچه های سپاه و گفتمان انقلابی گفتمان انقلابی که در حقیقت پیرو مسیر آقای خامنه ایه. این ضعیف بشه ایران ضعیف شده این قوی بشه ایران قوی میشه حالا تو این وسط چی میگی بچه بچه فوکل کراواتی امید دانا تو این وسط چی میگی ایرانه برا مهمه این گفتمانه بره قوی بشه ایران میاد بالا ضعیف بشه ایران هم میاد پا ضعیف میشه پس من بالا از این انقلابی از این گفتمان انقلابی دفاع کنم که ایران قوی بشه کل حرف منه آقا خیلی سخته خیلی سخته کسی نفهمید <تصح> حالا چه اتفاقی افتاده یه عده‌ای که مذهبی ان ظاهرا انقلابیان میخوان خود انقلابو بکشن پایین اینجا ما ملی چی میگیم ما میگیم نه تا اگه انقلاب بکشی پایین ایران میاد پایین پس من با وجودی که این انقلاب رو قبول ندارم به عنوان یک ایران پرست میام پدرت هم در میارم افتادم به جونشون هر کدومش رو میگم بالای چشم سلیمانی و بالای چشم آقای خامنه ای ابرو میگم نه دیگه دیگه با من طرفی حالا تو کی هستی حالا من معلوم میشه برنامه میسازم معلوم میشه کی هستم <applause> ای حالا به ایشون تموم شه. حتی درگیری هم انجام میده بود شما با... درگیری کتککاری هم کرده بکو اومدن عکس سلیمانی رو پخش کنن یه عده دیگه به عنوان مذهبی اومدن اینا رو کتک هم زدن <applause> بعضی از محافل اینها برید که متاسفانه دیدم شبکه خراسان رضوی هم بعضی از محافل اینا رو متاسفانه ترویج میکنه و براش رپورتاج آگهی میده وقتی میرید میبینید که کوچکترین اثری از انقلاب اسلامی از شهدا از شهدای مدافع حرم اجازه نمیدن در مراسماتشون در تزئینات مثلا مکانهاشون اینها دیده بشه کمر بستند که هر نشانه انقلابی رو حذف بکنن ظاهرشون هم خیلی آدمای ظاهر و صلاح و از امام زمان دم از فاطمی، زهرا سلام الله علیها دم میکنن و متا اون موقعی که ما توهین میکردیم به امام حسین هیچ کدوم پشم صورتشون هم نبود بیا ما ما درگیر شن الان که چهار سال نه تنها توهین نمیکنیم کلا داریم از شیعه هم دفاع میکنیم الان یادشون افتاده باهوش باشید امیدانه یکی دو روز نیست جلو دور بینه اون موقع برنامه‌ای که من علی امام حسین سال 2013 14 ساختم اون موقع 100 هزار تا بازدید ببینید خیلی حرف اون موقع سر چون همه تو یوتیوب که نبودن 100 هزار تا بازدید گرفت یه چند تا مذهبی هم جواب دادن ولی بعد که مسیرمون رو عوض کردیم همون مذهبی ها هوادار ما خب عاقله ولی اینایی که امروز دارن به من فوش میدن اون موقعم هم تریبون داشتن چرا اون موقع سکوت کردن چون برنامه هم که دیده شده بود نمیتونم بگم آقا اون موقع تو دیدم من از روز اول که منم خارج خیلی پر صدا بودم اون تمام سایت های جمهوری اسلامی هر روز علیه من چرت و پرت می نوشتم. این این براندازه بی اخلاق بودن اولین که اصلا سایت هایی که به من اتهامات همچنس گرایی اینا زدن سایت های همین آقایی به ظاهر انقلابی بود یادتون باشه اخلاق اصلا نداشتن چرا اون وقت نکردی حمله به من نکردی چرا امروز داری حمله میکنی نیروها بر همه باید با, با هممون باید با اوش باشیم تو هر ای. این حرف اینجاست امروز جلو عکس سردار سلیمانی هم اینایی که به من فوش میدن که تو به امام حسین تو این کردی همینا جلو عکس سردار سلیمانی رو دارن میگیرن دارن اونها همه متهم میکنن که شما به کافی ولایت اهل بیت رو نداری جالبه خیلی از اینا رو نگاه میکنیم مثل بنی امیه و بنی عباس زندگی میکنن ولی دم از امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما میزنن که این هم یکی از مظلومیت‌های های حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه است. اینها صریحا مقابل اندیشه انقلاب استامی می ایستن خیلی باید حواسمون جمع باشه که آن میراثی که امام خمینی برای ما به یادگار گذاشت که اسلام ناب محمدی سر برابر جلوه های مختلف اسلام آمریکایی اون رو بتونیم درست حفظش بکنیم امام یک نامه دارن در اواخر عمر شریفشون به یکی از اتفاقا نزدیکترین یارانشون اونجا هشدار میدن میگن من میبینم شما به اندازه کافی نسبت به خطر انجمن حجتی هوشیاری و هوشمندی ندارید حواستان را جمع کنید که روزی چشمتان را باز نکنید ببینید انجمن حجتی بسات انقلاب را جمع کرده است یعنی برای انجمن حجتی امام خمینی اینقدر اناد و اینقدر توان قائلند که میتواند به عنوان یک خطر و تهدید جدی برای اسلام انقلاب اسلامی و برای نظام جمهوری اسلامی به اصطلاح مطرح باشه بعضا دیده میشه به خاطر ظاهر و صلاح بودن بعضی از جریانات مثل انجمن حجتیه یا طیف انجمن حجتیه ما حساسیتمون نسبت به اینا از دست دادیم و اینها که مزدوران حالا یا باجی رو مواجب یا بیجی رو مواجب انگلیس ها و آمریکایی‌ها هستند دارن تشکیلات خودشون رو احیا میکنن و کاملا در مشهد بارزه که اینها دارن جلو میان و به خیال خام خودشون میخوان به اصطلاح اسلام مبارز اسلام جهاد اسلام شهادت اسلام محمود کاوه ها و برونسی ها و قاسم سلیمانی ها رو کنار بزنن و یک اسلام مورد پسند اولیا حضرت ارزم حضور ولی ملکه الیزابت ایجاد بکنن که کوچکترین خطری از این اسلام منافع اربابان آمریکایی و انگلیسی اینها رو درست. ببین خیلی خوش داره من آدم شرطی نیستم خیلی خودم از این بابت بخونم یعنی افتخار میکنم هیچ وقت آدم شرطی نبودم تو این آقای جلیلی من تو یک دو تا هر کی دیگه باشم میگه آقا همه چیز این آقای جلیلی اشتباهه نه آقا من شرطی نیستم تو یه جا باش مشکل دارم میگم اینجا من این داره خوش داره دقیقیه خیلی داره جدیه آنتیتز انقلابه و این مسیر داره میره جلو و اصلا ترسیدن نیروهای خاکستری و ملیگرا و کسایی که قرابت ایدولوژیک با جمهوری اسلامی ندارن دفاع میکنن از جمهوری اسلامی میره چی میگن می آقا مگه جمهوری اسلامی نیاز به دفاع شما داره یعنی چی یعنی داره علنا در پوشش مسئله میگه آقا ما اصلا نیاز به دفاعی نداریم در حقیقت داره میگه, میگه آقا جان نمیخواد دفاع کنید از جمهوری اسلامی برید همه همون دشمن بمونید آیا این چیزیه که آقای خامنه ای میخواد معلومه که نه پس این داره چیکار میکنه اینا عوامل صهیونیستن هر مذهبی حالا تو برنامه بعدی خب یه سری مسائل بیشتر باز کنیم هر مذهبی که دوگانه مطرح میکنه آقا دوگانه کورش خوبه یا مثلا حضرت محمد این مذهبی این عامل صهیونیسته اگه براندازه اینا مطرح کنه این عقده شده این بالاخره این نمیفهمه این بالاخره حقم داره یه جوری چهل برخه شما تو دهه یک سری کارای اشتباه کردید یه سری مردم عقده ای کردی بعد توهین به تاریخ ایرانم بخشی از نیروهای ظاهرا انقلابی مذهبی شروع کردن برای همین این طرف مقابل که توهین میکنه به اسلام این به خاطر دیگه نمیتونه کلیت قضیه رو درک بکنه یه سری عقده هم شده دیگه تو براندازی و اینا از این جمع یعنی حتما این نیستش که وابسته است ولی اگه نیروی ظاهرا مذهبی توهین کنه به ایران باستان این این صحیونیسته. چون سهیونیست ها امروز نمیان رو نیروهای ملیگرا دیگه کار کنن یا نیروهای خاکستری یا نیروهای چپگرا یا نیروهایی که قرابت ایدولوژیک با جمهوری اسلامی ندن دیگه نمیان کار کنن بگن شما به اسلام توهین کن چرا؟ چون میبینن اینا خود به خود به صورت اتوماتیک وار زدیتشون رو با این اسلام شیعی آقای خامنه ای و انقلاب دارن میگه خب شما دیگه نیازیست من هزینه کنم روتون. ولی میبینه که بخش قابل توجه از نیروهای یعنی مذهبی اینا عاشقانه ایران باستان رو دوست دارن تاریخ ایران رو دوست دارن تعصب رو ایران رو باستان دارن میگه آآ آه, آه اگه فردا این روی انقلابی نشون بدن کوروش و داریوش و حخامنشی و زرتشت و اینا رو بهشون احترام میذارن خب کینه بخشی از این نیروهای برانداز کم میشه میرن نزدیک میشن به جمهوری اسلامی ای بابا قشر خاکستری و نیروهایی که قرابت ایدولوژیک با جمهوری اسلامی ندارن برای یک هدف مشترک بیان کنار جمهوری اسلامی که برای من صهیونیسم که خطرناکه پس باید چیکار کنم باید بیام روی اینها سوار شم و این اتفاقات رو رقم بدم به حال دمتون گرم زنده باشید این برنامه رو میبندم و همه شما عزیزان و خوبان رو به خدای بزرگ میسپرم پاینده ایران و بدرود